در این آموزش با اولین ساختار شرطی یا ساختار تصمیم در C++ که ساختار if else هست آشنا میشیم. ساختارهای شرطی یا ساختارهای تصمیم زمانی کاربرد دارن که ما میخوایم بخشی از کد تحت شرایط خاصی اجرا بشه. تا اینجای آموزش ها هر کدی که مینوشتیم از ابتدای تاب مین تا انتها خط به خط اجرا میشد. اما ما میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که برنامه بتونه تصمیم بگیره که در این شرایط این بلاک کد اجرا بشه یا خیر. ساختار ایف رو با یک مثال توضیح میدم. در این برنامه من از کاربر میخوام که یک عدد کمتر از عدد 20 رو وارد کنه. برای دریافت ورودی کاربر یک متغیر از نوع اینت در نظر میگیرم، نام اون رو نامبر میذارم و با دستور سی این اون رو از کاربر دریافت میکنم. من میخوام شرطی رو تعیین کنم که طی این شرط در صورتی که ورودی کاربر کمتر از عدد 20 باشه به کاربر یک پیام رو نمایش بدم. برای اینکه شرط رو در برنامه تعیین کنم از کلمه کلیدی if استفاده میکنم. if داخل پرانتز شرط رو قرار میدم. شرطی که داخل پرانتز قرار میگیره یک مقدار بولین ترو یا فالس برمیگردونه. در اینجا من میخوام شرط این باشه که عدد وارد شده توسط کاربر کمتر از مقدار 20 باشه. پس نامبر کوچکتر از 20. در صورتی که این عدد کوچکتر از 20 باشه عبارت مورد نظرم رو در خروجی چاپ میکنم. برنامه رو اجرا میکنم. برنامه از من یک عدد کمتر از 20 رو میخواد. من عدد 19 رو وارد میکنم. کلید انتر رو میزنم. عبارت ایتس اوکی در خروجی چاپ میشه. پس شرط به درستی کار میکنه. برنامه رو میبندم. حالا میخوام اگر کاربر عددی بزرگتر از 20 وارد کرده بود هم یک عبارت براش نمایش داده بشه. میتونم شرط دوم رو هم به این صورت بنویسم که if number بزرگتر از 20 و بلاک کد رو براش تشکیل بدم. در این صورت شرط اول بررسی میشه. در صورتی که شرط برقرار نباشه شرط بعدی هم بررسی میشه. حتی اگر شرط برقرار باشه در این صورت شرط دوم هم بررسی میشه. اما من نمیخوام در صورتی که شرط اول برقرار باشه شرط دوم مورد بررسی قرار بگیره. در این صورت از ساختار if else استفاده میکنم که به ساختار if به تنهایی ساختار تک انتخابی میگن و با ساختار if else میتونیم دو انتخاب داشته باشیم. در صورتی که شرط برقرار باشه این دستورات اعمال بشن، وگرنه else دستور بعدی اجرا بشه. cout this number is greater than 20 در خروجی نمایش داده بشه. در این دستور ابتدا شرط if بررسی میشه. در صورتی که شرط if برقرار نباشه دستور else اجرا میشه. اگر شرط نامبر کوچکتر از 20 برقرار باشه دستور else نادیده گرفته میشه. برنامه رو اجرا میکنم. این بار یک مقدار بزرگتر از مقدار 20 رو وارد میکنم. عدد 29 رو وارد میکنم. عبارت this number is greater than 20 در خروجی نمایش داده میشه. و اگر من یک مقدار کوچکتر از عدد 20 وارد کنم شرط اول برقرار هست، عبارت it's okay در خروجی چاپ میشه و عبارت this number is greater than 20 نادیده گرفته میشه. در این آموزش با ساختار شرطی if else که ساختارهای تک انتخابی و ساختارهای دو انتخابی هستند آشنا شدیم. در آموزش های بعد ساختارهای دیگه ای رو برای تصمیم بررسی خواهیم کرد.